باش بریم سراغ تداخلات رابطه غیر مرکزی. گفتیم اولین تداخلی که در حرکات غیر مرکزی بر اساس اپلوژن آقای اسکایلر میزنیم تداخلات سمت بالانسینگ. گفتیم که بین سه تا کتاب شیلینبرگ، بوشهر و مک‌کارتن با هم دیگه متفاوته. در شیلینبرگ برای تداخلات بالانسینگ میاد از شیب‌های روبروی همه کاسپای فانکشنال از هر دو تا شیب میزنه. پس تداخلات نان ورکینگ در کتاب شیلینبرگ، شیلینبرگ با شیب کار داره. شیلینبرگ میگه مخربترین، بدترین، افتضاح‌ترین نوع دقیقاً اینترفرنس بالانسینگ، اینترفرنس نان ورکینگ. درسته؟ برای این از چیا میزنه؟ از شیب مقابل همه کاسپای فانکشنال. به عبارت دیگه اینترفرنس نان ورکینگ در کتاب شیلینبرگ میشه شیبی که خلاف اسم کاسپ فانکشنال است. یعنی چی؟ یعنی کاسپ فانکشنال بالا کاسپ لینگوال یا پالاتال میشه شیب باکالی کاسپ پالاتال بالا، فک پایین کاسپ فانکشنال کاسپ باکال میشه شیب لینگوالی باکال پایین. یعنی خواستید برای خودتون بنویسید، سوال اومده از کتاب شیلینبرگ، شما میگی که کاسپ پالاتال بالا فانکشناله، کاسپ باکال پایین کاسپ فانکشناله، تداخلات نان ورکینگ اسم شیبه خلاف اسم کاسپ بود. یعنی اگه کاسپ فک بالا پالاتاله میشه شیبه باکالیش، اگر کاسپ فک پایین فانکشنالش باکاله میشه شیبه لینگالی باکال پایین. این از اون جمله تست هایی است که حتما باید گوشه صفحه بنویسید، بعدش جواب خودتون رو دو توی گزینه ها بگردید. گزینه ها رو یک بار از الف تا دال بخونید دیگه کلا قاطی میکنید. پس شیلینبرگ از هر دو تا شیب، یعنی هم از بالا و هم از پایین، از شیب های روبروی هم کاسپ فانکشنال میزنه.